اعظم برکات این اجلاس دیدار با مقام معظم رهبری بود که سران کشورها با معظم الله دیدار داشتند. در این دیدارها سران مجذوب رهبر بودند، فوق العاده تجلیل می کردند، به ویژه آقای پوتین رئیس جمهور روسیه باید مجذوب باشند، برای اینکه یک رهبری این چنین در دنیا ندیدند. در خیلی از کشورها رهبران برای اینکه حکومتشون بماند خونریزی میکنند، آدم میکشند. این عربستان سعودی است، میبینید با مردم یمن چه میکنه. برای چی؟ برای توسعه قدرت خودش. ابایی از کشتن ندارن. جنایات آمریکا و اسرائیل رو همه میدانیم. رویه رهبران خیلی از کشورها اینه. اما اینها آمدن ایران، رهبر ایران رو میبینن. عجب چه رهبری! در چنین جهانی این رهبر در غم مظلومین است، در مقام حمایت از اونهاست با تمام توان، در مقابل ترفند طاغیان که میگویند فرق تسد، هرچه میتونید بین ملت ها اختلاف بیندازید و از اختلاف نتیجه بگیرید. اما این رهبر عالی قدر برای سعادت مردم دعوت به وحدت می کند. دلسوزانه به دنبال سعادت و خوشبختی مردم و دولت هاست. بی خود نیست آقای پوتین، سراسیمه از فرودگاه تمام تشریفات استقبال رو کنار می گذارد و مستقیماً از فرودگاه خدمت رهبر عالی قدر شرفیاب می شود. مذاکره ای دو ساعته دارد. همشون اعتراف می کنند که ما از بیانات شما استفاده کردیم. می گویند باید خدا رو شاکر باشیم که این توفیق نصیب ما شد. ما هم باید خدا را شاکر باشیم و قدر نعمت بزرگ ولایت رو بدانیم. خداوند این وجود پربرکت را تا ظهور حضرت مهدی نگاه دارد. از سفارشات عشیدی که مقام معظم رهبری پیوسته دارند، گوشزد خطر نفوذ هست. نفوذ، برخی دانشمندان غربی میگویند توافق هسته‌ای برای ما فرصتی است برای انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی در ایران. مسئولین بیدار باشند. اینها معتقدند، این غربیان معتقدند با باز شدن فضا و بهبود روابط ایران و غرب می توانند به این هدف برسند. این هدف یعنی نفوذ فرهنگی و سیاسی و اقتصادی در ایران. و چند سال قبل اگر یک آمریکایی وارد ایران میشد و با یک عنصر ضد انقلاب ملاقات میکرد، مردم این حرکت رو زشت میدیدند و تعجب میکردند. اما
امروز تیم‌های مختلف غربی به بهانه تبادلات اقتصادی قصد نفوذ در فرهنگ و سیاست و نفوذ دادن عوامل همفکر خود در ارکان نظام هستند. البته امام مقام معظم رهبری فرمودن ما این راه رو بسته ایم نفوذی به وجود آورند که تا ده ها سال ادامه داشته باشد. همه ما باید بیدار باشیم، مخصوصا مسئولین. فرمودن جبهه عظیمی در مقابل اسلام گسترده شده، مانند جنگ احزاب، فرق مختلف ضد اسلامی، ضد معنویت، ضد حقیقت در مقابل اسلام دست به دست هم داده اند، موشکافی می کنند تا نقطه ضعف را، نقطه نفوذ را پیدا کنند. به مسئولین تذکر داده ایم به هیچ وجه اجازه داده نشود به بهانه نظارت اینها به حریم امنیتی و دفاعی کشور نفوذ کنند یا توسعه دفاعی کشور را متوقف کنند. جوانان فعال، بچه حزب اللهی ها، مردمان مؤمن، مسئولان متعهد، اینها بیشتر هدفند که فکر اینها، باورهای اینها تغییر داده بشود. بعضی ها هم مانند بعضی از اقوام، اقلیت های مذهبی، افراد ساده لوح، اینها بیشتر ضربه پذیر هستند. برای دشمن مسائلی مورد هدف است، همچون تغییر در منطقه، تغییر فرهنگ و سیاست، تقویت نارضایتی در بین مردم، جذب جوانان، اخلال در باورها و اعتقادها، به دست گرفتن مراکز تصمیم گیر، بازگردوندن نفوذ غرب و سلطه اقتصادی و در یک کلمه ضربه به اسلام. از اون طرف در فکر اشاعه ارزش‌های غربی هستند، یعنی فساد، فحشا، بی‌بندوباری، ابتذال، روابط بی قید و بند دختر و پسر، به اینها توجه خاص دارند و بالاخره کلید نفوذ دشمن در ایران برای رسیدن به این اهداف آمریکاست. با هر کشوری می شود مذاکره کرد و ایران هم آمادگی دارد، جز مذاکره با آمریکا، چون هدف آنها از مذاکره نفوذ و باز کردن راه برای تحمیل است. هدفشون اینه. امریکا با همراهی و همکاری با جریان صهیونیستی ضد بشر در صدد نفوذ در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی کشور است. انشاءالله این نصایح و این تذکرات مورد توجه همه ما به ویژه مسئولین باشد، مراقب باشند نفوذی شکل نگیرد که در اون صورت فاجعه خواهد بود. چند تذکر دیگر. به حمد الله وضعیت سوریه رو به بهبودی است. طبق نقل بیش از 1,000,000 آواره سوری
پس از عملیات هوایی روسیه در سوریه بیش از 1,000,000 از آواره ها به میهن اسلامیشون بازگشتند. خداوند انشاءالله روسیه را در به هلاکت رسوندن داعش بیش از پیش موفق بدارد. در ارتباط با آنچه بین روسیه و ترکیه رخ داد، ما امید داریم انشاءالله عاقلانه عمل شود و اوضاع رو به بهبودی رود و بالاخره در یک جمله از طرفین می خواهیم خویشتنداری کنند. لازم می دانم از برادر عزیزم سردار اشتری فرمانده محترم نیروی انتظامی تشکر کنم که خوب وظیفه خود را شناخت و به وظیفه که برخورد با جرم مشهود بود عمل کرد. با ماشین هایی که آلودگی صوتی ایجاد می کنند و به نوامیس مردم مزاحمت می کنند و در ماشین کشف حجاب می کنند برخورد بسیار خوبی کرد. مورد تجلیل نمایندگان مجلس، جمعی از نمایندگان مجلس قرار گرفت. دل خانواده های شهدا و جنبازان و ایثارگران را خوشحال نمود، بلکه قلب مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را مسرور کرد. مزید توفیقات این نیروی گرانقدر را خواستارم. انتخابات مهمی در پیش داریم. مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی. از همین حالا مردم ما، مردم بصیر ما باید در شناسایی کاندیداهای محتمل کوشا باشند. گروه هایی که فعال خواهند بود بشناسند، سوابق و عملکرد آنها را یادآور شوند و یا به دست آورند. هر دو مجلس مهم است، اما خبرگان مهمتر. تا این رهبر آگاه دلسوز را داریم غم نداریم. خداوند این وجود عزیز را به حکومت حضرت مهدی متصل کند. اما تمام دغدغه ها اون زمان است که خدای ناکرده برای معظم الله اتفاقی بیفتد. در اون صورت باید حواسمون جمع باشد، نگرانی پیش نیاید. از اونجا که موضوع بسیار مهم است، باید احتمالات رو هم از نظر دور داشت. در سخن قبل من در خطبه ها در رابطه با ازدواج سخنی گفتم، لازم هست این رو توضیح بدم. عرض کردم که کسانی که میخوان ازدواج کنند طرف مقابل رو بشناسند، پسر دختر را، دختر پسر را، ببینند از چه خانواده هایی هستند، خانواده مذهبی، دینی، ولایی یا نه. این رو باز میکنم، توضیح میدم. هدفم از این سخن این بود که باید این در این ازدواج دو فرهنگ به هم بخورد، به هم شبیه باشد یا متحد باشد. مبادا یک عنصر انقلابی متدین ولایی تابع محض ولایت فقیه ازدواج کند با کسی که این خصوصیات رو نداره. اگر نداشته باشد به درد سر خواهند افتاد و اختلاف و تنازع و احیانا خدای نکرده به جدایی منجر می شود. و چه بسا یکی از علل ازدواج، از علل ازدیاد طلاق هم همین باشد.